پانزدهم شوال یادآور حماسه بزرگ غزوه احد و سالروز شهادت حضرت حمزه سید الشهدا و همچنین رحلت حضرت عبدالعظیم حسنی می باشد. همکارم در گزارش پیش رو به اختصار اشاره‌ای به زندگانی آن دو بزرگوار نموده که با هم می بینیم. پانزدهم شوال سال روز جنگ احد و شهادت حضرت حمزه علیه السلام، عموی با وفا و والا مقام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است. حمزه فرزند عبدالمطلب یکی از شجاع‌ترین مردان عرب و از قهرمانان رشید و افسران دلیر اسلام می باشند که در رکاب برادرزاده خود پیامبر گرامی خدای متعال دین اسلام و رسول خدا را یاری کرده و در سخت‌ترین شرایط دست از دفاع از آیین پیامبر و رسالتی که بر دوشش نهاده بودند بر نداشتند. سران قریش و بزرگان آن قبیله همواره از ابهت و شجاعت حضرت حمزه در بیم و هراس بودند. آن حضرت با قدرت هرچه تمامتر پیامبر اکرم را در لحظات حساس در مکه از شر بت‌پرستان حفظ کردند و کسی قدرت مقاومت در برابر ایشان را نداشت. در تاریخ اسلام دو شخصیت بزرگ با لقب سید الشهدا شناخته می شوند. حضرت حمزه ابن عبدالمطلب و حضرت حسین ابن علی علیه السلام. حضرت حمزه به سبب ایمان بالا و سابقه درخشان در حمایت از اسلام و یاری و دفاع از شخص رسول خدا همواره مورد توجه و علاقه ایشان بودند. حضرت امیرالمؤمنین و سایر ائمه اطهار علیهم السلام در احتجاج با مخالفان به خیشاوندی خود با حضرت حمزه مباهات کرده اند. پانزدهم شوال همچنین سال روز وفات حضرت عبدالعظیم ابن عبدالله حسنی علیه السلام، معروف به عبدالعظیم حسنی، شاه عبدالعظیم و سیدالکریم می باشد. آن حضرت از نوادگان امام حسن مجتبی علیه السلام هستند که نسب ایشان با چهار واسطه به آن حضرت می رسد. طبق نقل تاریخ نویسان، حضرت عبدالعظیم عالم، زاهد، عابد و از بزرگان محدثین و مورد اعتماد شیعه در زمان خود به شمار می روند. ستایش هایی که ائمه معصومین علیهم السلام از ایشان به عمل آورده اند نشان دهنده شخصیت بالای علمی و مورد اعتماد بودن ایشان است. محل دفن و حرم ایشان در شهر ری از توابع تهران قرار دارد که مورد توجه شیعیان می باشد. بر اساس آنچه در تاریخ تولد و وفات حضرت عبدالعظیم علیه السلام نقل شده، ایشان دوران حیات پنج امام از امامان اهل بیت علیهم السلام، یعنی امام کاظم تا امام حسن عسکری علیهم السلام را درک کردند. آنچه قطعی و مسلم است، ایشان محضر امام جواد و امام هادی علیهم السلام را درک نموده و از آنها احادیث فراوانی نقل کردند. مهمترین نشانه عظمت معنوی و مقامات باطنی حضرت عبدالعظیم علیه السلام برابری فضیلت زیارت مزار ایشان با فضیلت زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام است.